در دو ویدیوی قبلی دلیل وجود چشم جهانبین، مثلث، دایره و هرم را در نمادهای ماسون‌ها فهمیدید. و البته با لوگوی معروف ماسون‌ها و حرف جی در داخل این لوگو آشنا شدید و پی به اهمیت این ابزار بردید. اما باید این را هم دانست که روز شب را در پی دارد و شب دوباره روز را. استنشاق باعث بازدم می شود و بازدم باعث استنشاق. سفیدی و روشنایی سیاهی و تاریکی را در پی دارد و تاریکی سپیدی را در پی. همان چرخه بی پایان هستی در همه جا. از نوسان متناوب بی پایان که در آن همه چیز برعکس خود را به وجود می آورد و دوباره در حال تکرار شدن است و این یعنی هر آنچه را که در این چرخه بیاندازی دوباره به سویت باز می‌گردد، مگر اینکه به ماهیت و آفرینش هستی پی ببری تا از این چرخه خارج شوی. و این تنها توسط روح انجام می‌گیرد. چشم روح تو، انرژی. اما همانطور که در ویدیوی اول دیدید، در بسیاری از نمادها اسراری مخفی وجود داشت که بیشتر آنها به عدد 666 اشاره داشت و دیدیم که این عدد نشانه شیطان بود. اما آیا تا به حال به ماهیت او فکر کرده اید که چگونه در همه جا وجود دارد؟ همانطور که بارها در ویدیوی اول و دوم دیدید، شیطان را به این شکل نشان دادیم، چون در واقع او را به این شکل معرفی کردند. اما چرا؟ در ابتدا باید این را دانست که نام دیگر شیطان لوسیفر است، چون بارها در انجیل او را با این نام هم خطاب کردند. علت نشان دادن او به این شکل تنها به خاطر توصیفی است که از او در انجیل آمده است. در آخرین برگ‌های کتاب انجیل در مکاشفه باب 13 بخش 11 از جانوری می‌گوید که در هنگام آخر زمان به اوج خود خواهد رسید. در کتاب آمده است که این جانور دو شاخ دارد مانند شاخهای بره. در ادامه آمده است که او بزرگ و کوچک، فقیر و غنی، بره و آزاد را وادار کرد تا علامت مخصوص را بر روی دست راست یا پیشانی خود بگذارند و هیچ کس نتوانست شغلی به دست آورد تا چیزی بخرد مگر اینکه علامت مخصوص این جانور یعنی اسم یا عدد او را بر خود داشته باشد. و در ادامه او را اینگونه معرفی می کند: این خواستار خرد است. بگذارید کسی که خرد دارد عدد جانوران را محاسبه کند، زیرا این عدد یک مرد است و عدد او 666 است. خب شما چه فکر می کنید؟ آیا منظور چیزی شبیه این هاست؟ اجازه دهید تا با هم بررسی کنیم. در بیشتر کشورهای جهان، تقریبا در تمام کشورها، خرید و فروش با کارت بانکی انجام می‌گیرد و حتی در کشورهایی چون سوئد امکان خرید بدون کارت بانکی امکان پذیر نیست، مگر در شرایط خاص، و این سیستم به زودی در تمام دنیا اجرا خواهد شد. خب آیا می‌دانید که داخل این چیپ که بر روی کارت خود هم می‌کنید چه چیزی است؟ این اعداد برای هر فرد یا کالا متفاوت است، اما این سه عدد همیشه ثابت خواهند ماند. گفتیم کالا، آیا می دانید منظور چیست؟ به این تصاویر نگاه کنید. هنوز یک مشکل وجود دارد. شاید شما با دست چپتان کارت را بکشید. پس این خبر را که ایندیپندنت در 19 جولای 2018 منتشر کرد را ببینید. چرا به زودی با انگشت و صورت خود تمام هزینه ها را پرداخت خواهید کرد؟ مسترکارد در اوایل ماه جاری فاش کرد که در حال مذاکره با بانک‌های انگلستان برای استفاده از یک کارت پرداخت بیومتریک است که شامل یک سنسور اثر انگشت می‌باشد.
برای انجام پرداخت دارنده کارت باید انگشت خود را بر روی حسگر قرار دهد که در این صورت اجازه معامله را خواهد داشت. خب توافق ها انجام شد، دوران آزمایش به پایان رسید و این رستوران در کشور دانمارک اولین مکانی است که از این سیستم استفاده می کند. تنها با گذاشتن انگشت دست راست خود صورت حساب پرداخت می شود. ظاهراً ما چهره او را داریم، عدد او را هم که داریم، پس آیا ما او را شناسایی کرده ایم؟ نه، زیرا دانستن حقیقت خواستار خرد است. اجازه بدهید تا این قسمت از انجیل را دوباره بخوانیم. این خواستار خرد است، بگذارید کسی که خرد دارد عدد جانوران را محاسبه کند، زیرا این عدد یک مرد است و عدد او 666 است. بسیاری از مورخان معتقدند که عدد 666 در انجیل مستقیما به بدترین امپراتور روم باستان یعنی نرو سزار اشاره می کند، زیرا او کابوسی برای مسیحیان بود. و البته عدد اسم او دقیقاً 666 می شود. اما اجازه دهید تا ما خودمان این را بررسی کنیم. آنچه ما انسان‌ها آن را زندگی می نامیم مبتنی بر زنجیره اتم‌های کربن است. بدون کربن زندگی بر روی کره زمین غیر ممکن خواهد بود. همه اینها ایجاد تکنولوژی هندسی جهان ما مبتنی بر کربن 12 است. پس بگذارید تا یک به یک اسرار کربن 12 را باز کنیم. البته همه ما می‌دانیم که کربن 12 پس از هیدروژن، هلیوم و اکسیژن که گازها هستند، فراوان‌ترین عنصر جهان است. اما آماده شنیدن حقیقتی دردناک باشید. کربن 12 که عنصر ساختار اساسی طبیعت و بدن ما انسان‌ها است، 99% از کلیه اشکال شناخته شده کربن را تشکیل می‌دهد. و یک ایزوتوپ کربن است که از 6 نوترون، 6 پروتون و 6 الکترون تشکیل شده است. حالا باید بدانید که این فرمول مخفی خلقت است که با عدد 666 رمزگذاری شده است. خب، آیا به تشخیص هویت این جانوران نزدیک شده اید؟ حتما می دانید که اولین انجیل نوشته شده به زبان یونانی است. حتی امروز هم دورای یادگیری انجیل با نام آلفا، بتا و اومگا است. حالا شو که خواهید شد اگر بدانید که در یونانی لوسیفر کلمه دیگری برای فسفر است. هنگامی که فسفر با عناصر کربن 12 یا همان 666 ترکیب می شود، دی ان ای ما را تشکیل می دهد. و ترکیب کربن 12، اکسیژن، نیتروژن و فسفر تشکیل دهنده آرن ای که کد ژنتیکی شیمیایی حامل زندگی است و همچنین ATP که مهمترین انتقال دهنده انرژی سلول‌های زنده است می باشند. در واقع فسفر یا همان لوسیفر اساس DNA ما را تشکیل می دهد. همانطور که می‌بینید بدن فیزیکی انسان خلقت یک هستی است که تمام خلقت خود را بر اساس کد 666 پایه‌گذاری کرده است. دوباره به این قسمت از انجیل برمی‌گردیم. دو شاخ داشت مانند بره. حالا به این توجه کنید. عیسی مسیح بارها در انجیل خود و پیروانش را بره خداوند خطاب می کند و حتی در مزمور 23 خدا را به عنوان چوپانی نشان می دهد که گله او انسان است. در متون اولیه مسیحی که در کتابخانه شهر نکهمدی مصر نگهداری می شود، مسیح این چنین می گوید: و وارد زندان آنها شدم که زندان بدن است، و گفتم کسی که می شنود بگذار که از خواب عمیق بلند شود. پس تا زمانی که بدن داشته باشیم و روح با این شر در هم کوبیده شود، هرگز نمی توانیم آنچرا که می خواهیم به دست آوریم. اجازه دهید تا دوباره به کتاب مقدس برگردیم.
زیرا این شماره یک مرد است. حالا در پیدایش در داستان آفرینش می‌خوانیم که و خدا مرد را آفرید. پس متوجه شدید که شیطان یعنی 666 ما هستیم که گناه کرده و از بهشت سقوط کردیم. کد 9 یا چشم سوم تنها راه ارتباط با خارج از این ماتریکس است که درون ماست. یا به عبارت ساده تر، یک شخص میتواند شیطان باشد و در این اسارت همان جسم فیزیکی باقی بماند و یا به قانون عالم هستی و به اصل خود پی ببرد و خود را از این ماتریکس رهایی بخشد. شاید شاهکار دیواری شام آخر اثر لئوناردو داوینچی یکی از مرموزترین نقاشی‌های شناخته شده باشد. داوینچی که به قانون آفرینش هستی پی برده بود، این موضوع را در نقاشی خود گنجانده است. او برای کشیدن نقش عیسی مسیح به عنوان والاترین و بهترین شخص، فردی را انتخاب می‌کند که نمادی نیکی بود. چند سال بعد او برای کشیدن نقش یهودا اسخریوتی به عنوان بدترین و شیطان صفت‌ترین فرد، کسی که عیسی مسیح را به 30 سکه فروخت، دوباره از همان شخص که انسانی بدکار شده بود استفاده می‌کند. حالا به آخرین خط‌های انجیل توجه کنید. من عیسی فرشته خود را نزد شما فرستادم تا همه چیز را با کلیساها در میان بگذارم. من از اصل و نسب داوود هستم. من ستاره درخشنده صبح می باشم. خب، حالا به ستاره درخشنده صبح نگاه کنید. آیا برایتان آشنا نیست؟ آری، این همان ستاره داوود است. حالا اجازه دهید تا دوباره سری به شرابسازی بارون استراشل بزنیم. ۶۶۶ و این هم 9، درست در مقابل چشم همگان. نظرتان چیست تا به فاکس نیوز هم سری بزنیم؟ حالا یک سوال مطرح است. آیا به آخر زمان نزدیک هستیم؟ چون تقریبا به جز رود بزرگ که هنوز خوش نشده است، تمام پیشگویی‌های دیگر انجیل به وقوع پیوسته است. حتی این یکی. تو را از دو گیتی برآورده‌ام، به چندین میانجی بپرورده‌ام، نخستین فطرت پس این شمار، توی خویشتن را به بازی ندارم. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.